در میدان تاریخی نقش جهان هستیم، یکی از بزرگترین و زیباترین میدانهای دنیا، جایی که هیچ گردشگری نیست که به ایران بیاد و به اینجا سفر نکنه. میدان نقش جهان یا همون میدان امام و بناهای اطرافش در عصر صفوی و با منتقل شدن پایتخت به شهر اصفهان ساخته شده، در فهرست آثار ملی ایران قرار داره و به عنوان میراث جهانی یونسکو هم به ثبت رسیده. La ville est magnifique, les souks sont très beaux, les mosaïques sont somptueuses. Voilà, les places qu'on découvre aujourd'hui sont magnifiques. Donc c'est vrai que pour nous c'est un dépaysement total. در غرب میدان نقش جهان کاخ بسیار زیبایی وجود داره که حتما اسمش رو زیاد شنیدید، کاخ آلیقاپور. این کاخ در دوران صفویه ساخته شد و البته باعث شد که این منطقه مرکز سیاسی ایران باشه. آلیقاپور در زبان ترکی به معنی درگاه بلنده و چه تسمیه این کاخ شش طبقه هم درب اصلی این بناست که شاه عباس از نجف به اینجا انتقال داده. We've just been to the palace. It's absolutely beautiful. We went up the staircase to the number of levels and just saw the amazing decorative artwork and then went up to the top chamber where we believe the musicians used to play, the amazing acoustics. مهمانان شاه در واقع در بالکنی که می‌بینید در طبقه چهارم می‌نشستند و از اون بالا برنامه‌های زیبایی که در میدان به خصوص بازی چوگان انجام می‌شده شاهد بودند. چیزی که باعث شده این عمارت جزو آثار بسیار نفیس عصر صفوی به حساب بیاد، مینیاتورها و گچبری‌های بسیار ظریفیه که بر دیوارها و سقفش نقش بستن، همچنین تالاری در طبقه ششم با عنوان اتاق موسیقی. Also ich habe sowas noch nie gesehen in meinem ganzen Leben, das ist unglaublich. Wir standen auch eben unten in dem großen Foyer und haben versucht, wie es ist, wenn man von der einen Seite zu der anderen spricht. Und es hat wirklich funktioniert und es ist unglaublich und einfach nur unvorstellbar. یکی از جذابیت‌های میدان نقش جهان مساجدیه که در اون قرار داره. مساجدی که نه تنها از نظر معماری ایرانی اسلامی شاخص هستن، بلکه به خاطر کاشی‌کاری‌هاشون معروفه. مسجد امام یکی از مهمترین آثار دوران صفویه، در واقع نمایانگر اوج هزار سال مسجدسازی در ایرانه. از ویژگی‌های مهمش کتیبه‌های بسیار زیبا و همینطور بازتاب صدا زیر گنبدشه. از عجایب این مسجد کاشی‌کاری‌های اون، زیبایی خیره کننده نقش و نگار این کاشی ها به قدری برای هر بازدید کننده جذابه که شما اطراف میدان میتونید نمونه اون رو یا حتی کارت پستالش رو هم پیدا کنید. تزئینات کاشیکاری مسجد شیخ لطف الله اون رو به یکی از زیباترین آثار تاریخی اصفهان تبدیل کرده. اما باید بدونید هدف اصلی این کاشیکاری ها محافظت بنای مسجد در مقابل باد و بارون بوده. Ici, quand on arrive, c'est vraiment une énorme surprise. Et de voir toutes ces tuiles, ce décor bleu de fleurs, c'est vraiment magique, quoi. It's absolutely beautiful. It's so big and colourful. Yeah. And what else, then? Yeah, the tiles and the decorations are amazing, aren't they? Yeah. در شرق میدان نقش جهان یکی از شاهکارهای معماری ایرانی رو میتونید ببینید، مسجد شیخ لطف الله که توسط شاه عباس صفوی ساخته شد. On vient juste d'arriver dans la mosquée, donc on est vraiment impressionné. C'est vraiment très très joli.
le détail des céramiques, le travail vraiment très fin qui a été fait, on est impressionné. Fascinates me most is the interplay of natural tile colors with various sorts of blue color in these in the whole composition, the composition of natural tile color with blue. That's unique and that's very nice. از زیبایی های مسجد شیخ لطف الله هر چی بگم کم گفتم، اما به نظر من کاشیکاری زیر گنبد از همه جا قشنگ تره، طرحی که شما توی فرشای ایرانی هم میبینید. از مهمترین ویژگی های تقریبا تو میگیم معماری مکتب اصفهان در نهایت در این ساده بودن، پر رمز و راز بودنش هستش که نشون دهنده تخصص و تسلطی بود که در نهایت معماران و شهرسازان اصفهان عصر صفوی به علوم مثل فلسفه و عرفان داشتن و در نهایت با کارکرد این به اصطلاح معروف علوم رو شما در ساخت این بناها از جمله مثلا مسجد شیخ لطف الله یا مسجد امام یا همون جامعه عباسی میتونید ببینید به گونه‌ای هست که این بناها پر رمز و راز ساخته شدن. یعنی شما در نهایت در این حال که یک پوسته ظاهری شما در این فضا ملاحظه میکنید، یک نوع به اصطلاح معروف نمای باطنی هم در بناهای تاریخی اصفهان وجود داره و اون بخش شاید این مقدار کشف کردنش سخت تر از بخش ظاهرش باشه. بازار قیصریه در ضلع شمالی میدان نقش جهان قرار گرفته که بهش بازار بزرگ هم میگیم. وقتی داخل این مجموعه بشید، دقیقاً داخل خود بازار، همینطور که نیم ساعت قدم بزنید حداقل میرسید به مسجد جامع عتیق، یعنی بخش قدیمی که برمیگرده به دوره سلجوقی بشه قرن 11 هم. بازار اصفهان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین بازارهای خاورمیانه است که همواره در سفرنامه‌های جهانگردان بزرگ از اون یاد شده. در طبقه سومش که الان تخریب شده، نقاره خونه قرار داشته که اوقات شرعی رو اعلام می‌کرده. یکی از قسمت‌های بسیار جذاب میدان نقش جهان بازار قیصریه است. این بازار با بازار سنتی اشتباه نکنید، بازاریه که میدان نقش جهان رو به میدان عتیق متصل می‌کنه. یکی از طولانی‌ترین بازارهای سرپیچیده دنیاست و تقریباً 8 کیلومتر طول داره. میدان نقش جهان که امروز یک مرکز گردشگری محسوب میشه، در واقع یک مرکز سیاسی، اقتصادی، مذهبی و ورزشی بوده. فراموش نکنید که اینجا محل برگزاری بازی‌های چوگان در عصر صفوی بوده. بعد از این بازدید جذاب فقط یه چیز میمونه که بهتون بگم، اونم اینه که اگر دارید فهرستی تهیه میکنید از کارهایی که میخواید در طول زندگیتون انجام بدید، حتما بازدید از میدان نقش جهان رو جزوش قرار بدید. گیسومیشا احمدی، برنامه ایران.